بینندگان گرامی، به بخش گفتگوی امشب رسیدیم. پنجمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی مدیریت فناوری ایران امروز در تهران به کار خود پایان داد. در مورد اهداف و ویژگی‌های این همایش گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر محمدرضا تقوا، دبیر اجرایی همایش. سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، با توجه به برگزاری 4 دوره و برگزاری موفق در واقع 4 دوره، چی شد که دوره پنجم رو به صورت بین المللی برگزار کردید؟ آیا مهمانانی که از کشورهای دیگر آمده بودن مدل‌هایی که در ایران اجرا شده بود رو در واقع بررسی کردن یا نه؟ اتفاقاتی در خارج از کشور افتاده به سمع مهمانان و مدعوین همایش رسید؟ بله، خواهش میکنم. شاید بهتر باشه من یک سابقه یا یک تاریخچه کوتاهی از 4 همایش قبلیمون بگم. و هدف ما برای به صورت تشکیل یا برگزاری همایش ها رو گفته باشم به صورت کوتاه. همایش هایی که در توسط انجمن مدیریت تکنولوژی و فناوری ایران برگزار میشه به منظور واقعا دستیابی به یک همگرایی بین پژوهشگرها، دانشگاهیان و صنعت کشور است. چون امروز واقعا فناوری یکی از مسائل، یکی از عوامل تولید بسیار مهم محسوب میشه در دنیا و موجب توسعه کشورها میشه. بنابراین ما انجمن مدیریت تکنولوژی تصمیم گرفت که به صورت مرتب بتونه همایش‌های علمی رو برگزار کنه. همایش اول بیشتر شناسایی بود یا آشنایی جامعه عمومی، ملت از با مباحثی مثل مدیریت تکنولوژی. بله. و اینکه چه اثراتی میتونه مدیریت کردن بر این تکنولوژی‌ها برای صنایع ما داشته باشه. هدف همایش دوم بیشتر مباحث کاربردی اون رو در نظر گرفت که ما چگونه میتونیم از فناوری ها در صنایع اون استفاده کنیم. همایش سوم و چهارم هم تقریبا همین اهداف رو داشت، به صورتی که مقداری به اصطلاح فوکوس کرد و یا به اصطلاح متمرکز شد روی بعضی از فناوری های برتر مثل فناوری نانو، مثل بیوتکنولوژی، هوافضا و تکنولوژی هایی که به عنوان تکنولوژی های برتر و در ایران مطرح هستش، در دنیا مطرح هستش. پارسال بعد از اتمام همایش چهارم تصمیم بر این شد برای اینکه ما بتونیم همگرایی رو در سطح وسیع تری در دنیا در جامعه علمی خودمون برقرار کنیم، ارتباطی داشته باشیم با جامعه بین المللی. در این راستا هم ما تصمیم بر این شد، برنامه‌ریزی‌های لازم رو انجام دادیم و از واقعا اندیشمندان بسیار سرشناس این حوزه در دنیا استفاده کردیم و تونستیم در این فرصت دعوتشون کنیم به ایران و اینها هم اکثرا دعوت ما رو پذیرفتن و در این همایش شرکت کردن. این همایش در 2 روز برگزار شد. قسمت اول جنبه تقریبا عمومی داشت، در سالن‌های عمومی برگزار شد و روز دوم به صورت پانل و به صورت گفتگوهای تخصصی بین اندیشمندان ایرانی و خارجی در سالن‌هایی که از اندیشمندان و متخصصین ما بود که انتخاب می‌کردند در 6 پانل روز دوم برگزار شد. آقای دکتر، حضور ذهن دارید که انجمن چه تعداد عضو داره؟ انجمن یک سری اعضای حقوقی داره و یک سری اعضای حقیقی. تقریبا خیلی از صنایع کشور، صنایع مهم کشور به عنوان اعضای حقوقی در این انجمن عضو هستن. و تعداد تقریبا الان حضور ذهن ندارم، ولی حدود 700 نفر هم از یه بضاعت علمی خیلی خوبی در انجمن وجود داره و با توجه به نام انجمن که مدیریت در واقع فناوری های نوین هست، میتونه راهکارهای خیلی خوبی رو در این عرصه به ویژه به دولت مردا بده. به این جهت که در کشور ما میبینیم که در برخی از رشته ها که رشته های در واقع بالادستی یا های تک محسوب میشن، توفیقات خیلی خوبی اتفاق افتاده و خوشبختانه دانشمندان ما دیگه دوباره چرخ و اختراع نمی کنن و بسترهای لازم هم وجود داشته تا بیان در قد و قواره های جهانی و حتی تو برخی از رشته ها بین چند کشور خاص دنیا بتونن درخشش داشته باشن.
خب وقتی این اتفاق میفته یک بسترهایی لازم بوده و ایجاد شده که به هر حال اونها تونستن خودشون رو نشون بدن، اما اینکه تداوم داشته باشه و از همه مهمتر اینکه در صنعت دیده بشه به صورت در واقع کالا تجاری سازی که خیلی مهم هم هست و در تمام دنیا این مرسومه تا تحقیق تجاری سازی نشه تقریبا مرده، چون دیگه خیلی دنبال این نیستن که مرزهای دانش رو ببیجه تو مسائل صنعتی پیش ببرن و آنجایی جلو میرن که نیازها برآورده بشه و یک چیزی به تکنولوژی در واقع اضافه بشه. توی این عرصه چه کارهایی در واقع انجمن میتونه انجام بده به ویژه وقتی همایشایی رو در این سطح برگزار میکنه؟ خیلی ممنون از گفته شما. دقیقا ما هم دو انجمن چنین هدفی رو داریم، یعنی میخواییم که تجاری سازی فناوری رو هم اشاعه بدیم در سطح کشور، چون اندیشمندان ما، محققین ما در دانشگاه ها به فکر توسعه فناوری یا ایجاد فناوری هستند، ولی صنعتگران ما از این ارتباط یا از این ایجاد تو با خبر نیستن حتی در دنیا. بنابراین ما وقتی چنین همایشایی رو میذاریم که مخلوطی واقعا مجموعی از صنعتگران کشور هستند و مجموعی از پژوهشگرا و دانشگاهیان کشور هستند و همچنین امسال در خارج از کشور، واقعا این ارتباط رو میتونیم برقرار کنیم و خیلی خوب مخصوصا روز دوم که به صورت پانل بود، یعنی در واقع ارتباط خیلی مستقیم تری با کنفرانس دهنده در واقع عرضه کننده ها و متقاضی ها هم دیگر رو پیدا میکردن، واقعا سوالات رو خیلی خوب میدیدیم. حتی یک موردی رو ما یک پانلی داشتیم برای دانشجویان دکترا و انتخاب موضوع تز دکتراشون در زمینه متجدد تکنولوژی، و خب مدیر این پانل ما یکی از واقعا معروف ترین افراد در دنیا هستن که کتاباشون در سالهاست، آقای تارو خلیل که در سالهاست در دانشگاه های ما تدریس میشه و ترجمه میشه. بنابراین دانشجوهای ما خیلی راحت این آقایی که سالهاست دارن کتابش رو میخونن و به صورت نوشته و یا کتاب با ایشون آشنا بودن خیلی خوب از نزدیک دیدن و حتی موضوعات پایان‌نامه‌هاشون رو نشون میدادن و ایشون راهنمایی میکردن برای پایان‌نامه و مقالات. آقای دکتر وقت ما کاملا تمام شده، اما دلم نمیاد که نپرسم همایش ششم رو از الان براش برنامه‌ریزی کردید یا میخواید خسته ایم در به بعد؟ معمولا برنامه‌ای که امروز گذاشتیم هفته آینده اولین جلسه همایش ششم رو میخواییم ببینیم براش مشخص شده یا نه باید هماندیشی بشه. باید فکر میکنم هماندیشی بشه، ولی فکر میکنم ما تصمیم بیشترمون روی فناوری های برتر هست که تو ایران ما مقام های خیلی خوبی رو کسب کردیم مثل نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی. سپاسگزارم از حضورتون، به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم و خسته نباشید عرض میکنیم و همچنین به اتفاق شما خداحافظی میکنیم با بینندگان عزیز و ارجمند با این امید و آرزو که انشالله شب های آینده هم در خدمتتون باشیم. شب بخیر و خدا نگهدار.